الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم لحظه های پر خیر و برکتی داشته باشید در این روز جمعه، روزی که در اون یک ساعت هست که دعاها مستجاب می شود، اون هم بین عصر و مغرب هست. بعد از عصر ساعتی است که دعا مستجاب می شود و این روز عبادتی که خاص امروز هست و در این روز اختصاصا تشویق به انجام اون شده است، صلوات فرستادن بر رسول الله علیه السلام هست که در شب و روز جمعه عبادت مخصوص این شبها این هست، غیر از عبادات عادی که همیشه داشتید و نمازهای فرض و نافلهی که میخوندید. ولی اختصاصا امروز صلوات زیاد بفرستید. پیامبر فرمود چون که این صلوات شما و درود شما بر من عرضه میشود. میرم سراغ پیام های شما بینندگان عزیز و اولین سوال رو از بیننده عزیزی که پیام فرستادن. بله، گفتن سلام خدمت شما استاد گرامی، آیا قربانی کردن در امسال مثل سالهای قبل هست؟ چون حجاج به حج نرفتند، نمی روند، و آیا قربانی کردن همون مکانت خودش رو دارد یا نه و احکامش چی است؟ و اما قربانی کردن، عرض کردم هفته گذاشتم به این پرداختیم که قربانی سنت مؤکد هست و انسان مسلمان این سنت مؤکد رو باید انجام بدهد. نزد بعضی از فقها ها واجب هست، امام ابو حنیفه اون رو واجب میدونه و بقیه فقها ها این رو یا جمهور فقها ها سنت مؤکد میدانند. و اما در قرآن کریم هم فرمود که فصل لربک وانحر، در سوره کوثر وقتی که میخونید، پس خدا فرمود خداوند انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. فصلی، نماز بخون خاص خداوند، لربک وانحر، نحر یعنی اینکه قربانی کن. و در آیه دیگه قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، شما این رو هر در جمله دعاهای استفتاحتون دارید که این آیه اشاره به این داره که نماز من، نسک یعنی قربانی هایی که میکنم. بعضی گفتن نسک منظور قربانی هست، بعضی گفتن نسک منظور اعمال کل اعمال حج هست. و اما اینکه عرض کردم که فقها ها متفق هستن بر این رأی که قربانی کردن سنت مؤکد هست و همونطوری که در حدیث صحیح اومده است یک گوسفند برای یک شخص و خانوادهش کافی است، که در حدیثی که در سنن ابن ماجه اومده است که میفرماید کان الرجل فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم یضحی بشات عنه و عن اهل بیته. می‌فرماید که در زمان پیامبر علیه الصلاه و السلام یک نفر میومد قربانی میکرد، گوسفندی رو قربانی میکرد برای خودش و برای خانوادهش، یعنی هم اجر و ثوابش برای سرپرست خانواده بود و هم برای بقیه اعضای خانواده. می‌فرمود که فیاکلوا و یطعم، یعنی هم خودش ازش میخورد و هم به دیگران هم میداد، به فقرا میداد. همونطور که در احادیث صحیح اومده است که در واقع قربانی رو سه بخش میکنید، گوسفندی که ذبح کردید به عنوان قربانی اون رو سه بخش تقسیم میکنید، یه بخشش رو خودتون میخورید، یه بخش رو به آشناها میدید و یه بخش رو هم به فقرا میدید. این از بخشی از احکامش بود. اون وقت گوسفند برای یک نفر و خانوادش، گاو برای هفت نفر و اعضای خانوادشون، گاو و شتر. امام شافعی، امام ابو حنیفه، امام احمد، همه اینا میگن که سه بخش تقسیم میشه. اما در این در خلاصه از احکام بود، اینکه گوسفندی که قربانی میکنید که سالم باشه، پیر نباشه، لاغر نباشه، معیوب نباشه، هر چیزی که به گوشت اون باعث میشه گوشتش عیب داشته باشه یا کم بشه
اون رو قربانی نمی کنید. اونه بعضی از اهل علم عرض کردم گفتند که واجب هست قربانی کردن، دلیلشون هم این هست که میگن کسی که توانایی داشته باشه، حدیث صحیح هست از رسول الله علیه السلام، من وجد سعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، حدیث صحیحی که پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند هر کسی که توانایی داشته باشه و قربانی نکند به مصلای ما نزدیک نه، یعنی به روز روز عید نیاد مصلا و به نمازگاه نیاد. به نمازگاه که نیاد معنیش این هست که به نماز عید نیاد. و باز هم سوال اینجاست که آیا نماز عید واجب هست یا اینکه سنت مؤکد هست؟ باز هم اکثر فقها بر اینن که سنت مؤکد هست بلکه واجب نیست، لذا قول جمهور هست و بنده رو ترجیح میدم که قول جمهور بر این است که سنت مؤکد هست و انجامش اگه کسی توانایی نداشته باشه یا حتی توانایی هم داشته باشه و انجام نده مرتکب گناه نشده است و واجب رو ترک نکرده بلکه سنت مؤکدی رو ترک کرده. گرچه در مقابل اون دسته از فقها که میگن سنت مؤکد هست تأکید میکنند بر این که حتی نباید اون رو ترک کنید، درست سنت مؤکده ولی اجازه ترک اون رو هم ندادند، یعنی تأکید بر انجام اون رو داشتند. و ما سوال بیننده عزیز دیگری که صدای این بیننده عزیز رو بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر من از تاجیکستان هستم، یک سوال دارم. چند ها سال ها میشد که من یه مشکلی دارم، چکار کنم که از مشکلی برایم؟ از درگاه الله ناامید نیستم، فقط امید دارم که من این مشکل رو برطرف می شود از من. چی کنم که خداوند دعای من رو قبول کند؟ من برنامه شما رو بسیار تماشا می کنم، فقط از شما خواهش می کنم که در حق ما خواهرای مشکل دیده دعا کنید در نزد خداوند مهربان. ایشون نگفتند که مشکلشون چی هست، فقط خواستن دعا کنید، شما براش دعا کنید که خداوند گشایشی در کارشون ایجاد کنه و مشکلشون رفع بشه. و اما اینکه چه کار کنیم که دعای ما مستجاب بشود، مسائل زیادی هست که ما باید انجام بدیم. ابتدا قبل از هر چیزی زیاد استغفار کنید، توبه و استغفار کردن یکی از راه های اجابت شدن دعاهای شما هست. ترک گناه کردن، اگه گناهی رو برش ادامه میدید و از گذشته برش مقیم بر این گناه هستید، اون رو ترک کنید و توبه کنید. مال حلال، روزی حلال سبب اجابت دعا هست و روزی حرام مانع قبول دعا هست. پس سعی کنید از روزی ها، از رزق ها، از غذاها، از مالی که حرام هست دوری کنید و ترک حرام کردن موجب قبول دعاهایتون می شود. و اصرار کنید بر دعا و الحاح کنید، خسته نشید از دعا کردن و خداوند هم اونی که خیر است به شما خواهد داد. ببینید در دعایی که من و شما میکنیم قبل از هر چیزی، همین که دعا میکنید خداوند حسنه و صدقاتی رو برای شما مینویسه و هر دعایی که میکنید در واقع اظهار توحید یکتاپرستی میکنید، اظهار عجز و ناتوانی میکنید در بارگاه خداوند و خود دعا عبادت است. پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند که الدعاء هو العباده، دعا عبادت است. پس دعا کنید گذشته از این که نتیجه میگیرید یا نتیجه نخواهید گرفت. بله، من صدای بیننده رو بشنویم. بله بفرمایید. بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بنده زهرابی هستم. بفرمایید. زهرابی هستم. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم، بفرمایید، خواهش میکنم. بله، سوالی دارم. بله بفرمایید. دکترم خواستگاه براتون ده.
بله شوهری خب اگه بخواد به چیز زنگ بزنید بعد برنامه به واتساپ تماس بگیرید، البته تماس نه، پیام بدید به واتساپ یا با همون شماره واتساپ تماس بگیرید، من جواب میدم خدمت. باشه، دست خدا نگه. یک ساعت دیگه. بله بله بله، خواهش میکنم، خدا نگه دارش. در جواب این بیننده عزیزی که گفتن که چیکار کنم دعام مستجاب بشه، عرض کردم که الحاح کنید بر دعا، خسته نشید. خود دعا برای شما یک عبادت محسوب میشه. اگر هم دعاتون اجابت نشه، خداوند یعنی اون چیزی که شما میخواهید قبول نشه، عین اون رو خداوند بهتون نده، حتما بهتر از اون رو به شما خواهد داد یا در قیامت به شما چیز رو خواهد داد که بهتر از اون خواهد بود. با واتساپ تماس نگیرید لطفاً، فقط پیامتون رو، پیام صوتیتون رو بذارید با واتساپ، چون ما نمیتونیم اینجا پیام های شما رو دریافت کنیم و شما صدای نیست، صدای شما به ما نخواهد رسید، وقت شما به هدر میره و نمیتونید صداتون رو به ما برسونید. بیننده عزیزی گفتن که سلام و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی، بنده یه سوالی خدمتتون داشتم. بنده مجرد هستم و بعضی وقتها پیش میاد که جنوب میشم، حالا با هر دلیلی، اما شاید نتونم غسل کنم، مثلا یا شرم کنیم که غسل کنیم تا بقیه نفهمند، یا فرصت پیش نمیاد. حالا آیا میتونیم نماز رو با تیمم وضو بگیریم و بخونیم؟ و اگر میشود با تیمم نماز بخونیم، باید لباسایی که منی روشون هست اونا رو در بیاریم یا با همون لباسا میشود تیمم کرد و نماز خوند؟ ابتداعا تا زمانی که آب وجود داره تیمم جایز نیست، مگه اینکه شما عذری داشته باشید در اینکه نتونید از آب استفاده کنید. باید حتما غسل کنید و باید مردم یاد بگیرن، باید مردم عادت کنن که بله، جوونی که به سن بلوغ که رسید بعد اون احتلام میشه، احتلام شدن جوان ها امر باید طبیعی باشه و شرایط رو فراهم کنن که احتلام بشید، که احتلام که شدید غسل کنید و غسل کردن رو امر طبیعی بدونند. اگر شما آب در اختیارتون باشه و از لحاظ شرعی عذری برای استفاده از آب نداشته باشید. بله، بیننده عزیز بفرمایید. سلام استاد، وقتتون بخیر. علیکم السلام و رحمت الله، وقت شما بخیر، بفرمایید. از کردستان مزاحم میشم، سوالی داشتم خدمتتون. بفرمایید. تو یکی از دشتهای کردستان یه خانم نوجوانی ادعا میکنه که دو تا نور دیده و اون نورها بهش گفتن که حضرت محمد و حضرت عمر هستن و الان ایشون ادعا میکنه که توانایی شفا دادن افراد بیمار رو داره. خواستم ببینم که همچین چیزی میتونه صد داشته باشه. متشکرم. ممنونم از تماستون، خدا نگهدارش. ببینید، این ادعای شفا کردن دادن دیگران ادعای بی‌معنی و بی‌اساسی هست و هر کسی هم که ادعا کرد نور دیده با دیدن نور میتونه شفا بده، اینا همه خرافات هست و رواج دادن خرافات در بین مردم امریه که از سالهای سالیان درازی هست که هر چند مدتی بار یکی یه ادعایی رو میکنه. اینکه دختر نوجوان این رو دیده و شفا، چون نور رو دیده دیگه شفا میده، اینا هیچ کدوم از اینها دلیل نمیشه. و اینکه کسایی بخوان ایشون رو گول بزنن با این حرفاشون که بله تو دیگه میتونی شفا بدی، حتی اگر نوری هم دیده باشه، حتی اگر خود حضرت عمر چنین ادعایی رو نداشته که مردم رو میتونه شفا بده و رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود قل لا املک لكم، خداوند بهش دستور میده، میگه بهشون بگو که من مالک نفع و ضرری برای شما نیستم، نمیتونم کسی رو شفا بدم، خدا شفا میده. حضرت ابراهیم در دعاش گفت که و اذا مرضت فهو یشفین، اگه من مریض شدم خداست که منو شفا میده، نه هر چیز دیگری. لذا خداوند قانون جهان رو ریخته است و قانون جهان بر این اساس است که دارو را فرستاده برای شفای بیماری. فرمود پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام که ما خلق الله داء الا خلق له دواء، خداوند هیچ دردی رو نفرستاده مگر اینکه دواش رو هم فرستاده.
اگه خداوند علاج بیماری ها رو، علاج درد ها رو واگذار می کرد به بعضی از بندگانش، خب پیامبر اکرم می فرمود بعضی از بندگان خاص خدا هستند که شفا میدن مثلا، چنین چیزی رو می فرمود، در حالی که نه خیر، فرمود دارو وجود داره. وقتی که بحث طاعون اومد، گفت پیامبر فرمود علیه الصلاه و السلام اگه در یه جایی طاعون اومد اونجا ندید، نفرمود که برید پیش فلان و علان، و اگه کسی در شهری قرار داره که طاعون هست از اونجا نیاد بیرون. و اما خیلی از مسائل دیگری که مرتبط به بهداشت و صحت و سلامتی هست رو پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام فرموده، مسائل مادی که امروز ما داریم میریم سراغشون همون رو به ما راهنمون شده اند. فرمودن دارو رو مصرف کنید، دوا مصرف کنید، نرید سراغ چیزهایی که وهم و خیاله. و این حرفی که ایشون زده، حالا اگر صحت داره یا صحت نداره، وهم و خیالی بیش نیست و هیچ کسی غیر از خداوند شفا دهنده نیست. و هر کسی هم که ادعا کنه که، حتی اگه ادعا کنه که مرتبط به آسمان هست و خواب دیده و نور دیده و این حرفا، همه اینها حرفای گزاف و بی‌معنا و بی‌اساسی هست و هیچ جایگاهی از صحت و درستی ندارد. خب بیننده عزیز سوال کردن که بذار صداشون رو بشنویم. با عرض سلام مجدد برادر اسلامی، خیلی ممنونم از شما که شما هست صدا ما جوابی سوال های من رو میگیریم. من از تاجیکستانم، یک خواهر اسلامی شاگرد هستم، برای من بسیار به شما سوال میدهم، ممنونم از اون که با ما جواب میگوید. در شهر ما رسم شده است که جشن مولود، یعنی روز تولدشان را همچون مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جمع می شوند، مولود خوانی می کنند. آیا از نظر اسلام مولود خواندن آنها و با آن جشن آنها، یعنی جشن مولودشان رفتن، جایزه یا نه؟ با تشکر از شما، در امان خدا. سوال این بیننده در مورد مولودخوانی هست که در ماه ربیع الاول مولودخوانی میکنند و جشن تولد برای پیامبر اکرم علیه السلام میگیرند. این عادت از عادت مسلمانان نیست، یعنی عادتی نیست که اسلام این رو آورده باشه، بلکه این رو از دیانات دیگر گرفتند. چون خود رسول الله علیه السلام نفرمودند که برای من جشن تولد بگیرید و صحابه این کارو نکردند، تابعینم این کارو نکردند. این مسئله مولودی گرفتن و جشن مولودی گرفتن هر سال در زمان یاد تولد پیامبر اکرم علیه السلام رو فاطمی ها ابتداعا اختراع کردند و منتشر کردند، و اونم برگرفته از، ببینید، مسیحی ها یا نصرانی ها سالشون سال میلادی هست، میلاد مسیح رو مبدع تاریخشون قرار دادن، در حالی که ما مسلمان ها مبدع تاریخمون رو هجرت پیامبر اکرم علیه السلام قرار دادیم. و وقتی که روایاتی وجود نداره در تثبیت این موضوع، انجام ندادنش اولا و افضل هست. از جهت دیگه برخی از فقها این رو بدعت میدونن، برخی دیگه بدعت نمیدونند، ولی حالا میگن، بعضی میگن بدعت حسنه هست، بعضی میگن که جزو چیزایی است که خوب یادآوری میکنه و سیرت پیامبر رو میگیم و مدح پیامبر، اینا جداست. ببینید، مدح گفتن پیامبر، کسی شعری رو در مدح رسول الله علیه الصلاه و السلام بسرایت و سرودهایی رو در این باب بگویند، ادعی هیچ ایراد و اشکالی در این وجود نداره، بلکه خوبه. اظهار محبت کردن به رسول الله علیه الصلاه و السلام و سیرت ایشون رو بیان کردن، فضائل ایشون رو بیان کردن، امر بسیار خوب و مطلوبی است، خواسته شده است. ولی آیا اختصاص دادن یک روزی که روز، حالا تخمین میزنن که روز تولد رسول الله است، چون به دقت کسی نمیدونه واقعا دقیقا کدوم روز روز تولد رسول الله علیه السلام است، ولی روز وفات رسول الله علیه السلام همه میدونن، روز وفات رسول الله روز دوشنبه بوده، اما و روز 12 ربیع الاول بوده،
اما آیا روز تولدشون هم همین بوده؟ باز هم کسی نمیدونه. و از طرف دیگه وقتی که کسی پیامبر انجام نداده، صحابه انجام ندادن، تابعین انجام ندادن، ما که باشیم که بیایم یه چیز جدید رو اختراع کنیم در دین و اضافه کنیم و بگیم این گونه؟ ما تقرب الی الله میکنیم. جشن تولد گرفتن ایراد داره، اما این که درباره پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام سرودها گفته بشود و شعرها خوانده شود و در فضائل و مناقب و شمائل رسول الله علیه الصلاه و السلام همه ادب و هنرمون رو به کار ببریم ایراد و اشکالی نداره هیچ، بلکه مطلوب و خواسته شده است. ولی جشن تولد گرفتن نخیر اسلامی نیست و شرعا نباید این کارو بکنیم. سوال بیننده عزیز دیگری رو میگیریم. بله. این یک فایل صوتی فرستادن این دوستمون که هنوز دانلود نشده، یعنی مشکل داره، اگه بشه پخش خواهیم کرد انشاءالله. بیننده عزیز گفتن سلام علیکم جناب استاد گرامی، ببخشید در مورد اصحاب اعراف میخواستم معلومات بگیرم در سوره مبارکه. بعد میگه سلام، قصاص تو قرآن امر شده، اگر بخوایم خدا ببخش ما رو تا ته دل بگیم توبه، یا باید گناهامون رو تک به تک بیاد بیاوریم و از آن توبه کنیم؟ خیلی واضح ننوشتن. بله بله، بفرمایید بیننده عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. استاد محترم، من اشعار لندن شما رو مزاحم میشم، یک سوال داشتم در برای ارگون دونیشن یا اعضای بدن بعد از مردن. بله. این در اسلام جاهز است یا نه؟ یعنی اهدای عضو بدن بعد از فوت کردن به دیگران، سوال شما این هست؟ بله بله بله، جواب میدم خدمتتون. ممنون از تماستون. خدا حافظ. اهدای عضو، من سوال این بیننده رو متوجه نشدم. گفت که سلام، قصاص تو قرآن اومده. بله قصاص تو قرآن کریم اومده، اما ربطش با اعراف چیه نمیدونم. بعد دیگه گفت که این که قصاص در قرآن کریم اومده که اگر کسی دیگری رو عمدن کشت قصاص میشه، مگه این که خانواده اون ولی یه دم این مقتول اون رو ببخشند و به جای قصاص دیه بگیرند. بعد سوال دیگه شون این هست که سوال اگه بخوایم خدا ما رو ببخشه، ما از ته دل بگیم توبه، یا باید هر رای کنه، باید برای همه گناهانتون توبه کنید، برای همه گناهانتون تک تک توبه کنید. انسان ابتداعا اگه گناهانتون زیاده، مرتب رو تکرار کنید. ببینید یکی از دعاهایی که رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرمودند و این دعا رو تکرار میکردند و میگفتند، میگو اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، ذنبي كل دقه و جل اوله و آخره ظاهره و باطنه، یا میگفتن علانیته و سره. فرمود خدای گناهان من همه رو ببخش، اونی که چه ظاهره، اونی که باطنه، اونی که بزرگ یا کوچیکه، اونی که در علانیت هست یا اونی که در پنهان هست، همه اینها رو به من ببخش. و این میتونه که یکی از دعاهای جامع هست، همه این دعا رو بخونید. ولی خوب از انسان زیاد استغفار کنه. اگه گناهی رو کرده یادش نیست، این دعاهایی که از جمله جوامع هستن و همه گناهان انسان رو شامل میشود رو هم بگوید، این استغفار و طلب مغفرت کردن رو. ولی برای تک تک گناهانش هم توبه کنه، و اگر میتونه یادش بیاد و از اونها
از خدا آن طلب بخشش کنه بسیار امر مطلوب و خوبی است. میریم سراغ سوال بیننده دیگری. سوال کردن سلام. سلام، حکم پول رهنی که مستأجر میدهد چیه؟ آیا میشه باهاش تجارت کرد یا نه؟ قبل از هر چیزی رو عرض کنم که اون چیزی که اتفاق میفته در ایران رهن نیست. اسمش رو رهن گذاشتن ولی رهن نیست. رهن این هست که شما در گرو یه چیزی رو که یا پولی رو که به یک کسی دادید در گرو قرضت یه چیزی رو پیش شما گرو میذاره. مثال عرض میکنم، شما میرید یه جایی خرید میکنید، پول نقد همراهت نیست. اینو که خیلی عادت هست و خیلی جاها دیدن، میگه که پولم راش نیست، میگه من ساعتمو میذارم، گوشی موبایلمو میذارم، نمیدونم فلان رو میذارم، کارت شناساییمو میذارم. اینا بهش میگن رهن. این رهنه، اینی که در ضمانت پولت، در ضمانت قرضی که کردی، در ضمانت وسیله‌ای که از دیگری گرفتی چیزی رو رهن میذاری، یعنی این رو به گرو میذاری. اگه اومد و شما نتونستید قرضت رو ادا کنید، در گرو قرضت رو اون رو برمیدارن. این در اصل رهن این هست. و اون رهنی که میذارید، یعنی الان شما اگر ساعتتون رو مثال عرض میکنم، گوشی موبایلتون رو رهن گذاشتید در مقابل اینکه مقداری میوه خرید. الان در ایران دیگه میوه هم گرون شده. در رهنش اون وسیله رو که گذاشتی یا کارت شناسایی تو گذاشتی، اون شخص حق استفاده از اون وسیله ای که در رهن گذاشتی رو نداره، نباید استفاده کنه از اون، و بلکه تنها ضمانت هست برای اینکه پول شما برگرده. اما در صورتی که ایشون برنگردوند، اون وقت میتونید در مقابل این پول رو یا اون ضمانت رو بردارید برای خودتون بعد اینکه خلاصه زمان و وقت اون رسید. اما اونی که در ایران اتفاق میفته به اسم رهن، بعضی از فقها مخصوصا هیئت فتوای جنوب و بعضی از یک هیئتی رو هم در کردستان درست کردن، اونها مخرجی رو، راه خروجی رو برای از این وضعیت درست کردن، گفتن این در واقع اجاره هست به شرط قرض. من نمیدونم تا چه اندازه روی این مسئله دقت کردند و کار کردند، ولی اسمش رو اجاره به شرط قرض گذاشتند. اما در نزد فقهای گذشته، معاصرین رو نمیگم، فقهای گذشته، این نوع معامله که اجاره به شرط قرض یا بیع به شرط اجاره، اینها درست نیست. دو تا بیع در یک بیع، بیع لا بیعتین فی بیع. پیامبر اکرم فرمود دو تا معامله رو در یه معامله نباید بگنجونید. اجاره یه چیز دیگری هست، قرضی موضوع دیگری است. این دو تا رو به هم دیگه ربط دادن. به هر حال وقتی که این اسم رو روش گذاشتن، گفتن در این صورت دیگه جایزه با اون پول مبلغی که میگیری به عنوان قرض هست به شرط اجاره. یعنی شما خونت رو اجاره دادی به یکی به شرط اینکه یک مبلغ رو ازش قرض بگیری و داری از اون قرض هم میتونی استفاده کنی، اسمش رو قرض گذاشتن و میتونید استفاده کنید. من این رأی برخی از مؤسسات فقهی که در ایران وجود داره رو عرض کردم. رأی نظر بنده این نیست. نظر بنده این هست که رهن به اون شیوهی که انجام میشه در ایران درست نیست و نمیشه اسمش رو رهن گذاشت. و اما اینکه قرض اجاره به شرط قرض اسمش رو گذاشتن، اینم باز ایراد و اشکال داره، ولی به هر حال هستن کسایی که اون رو جایز میدونن. بیننده دیگری گفتن سلام استاد زرابی، بزرگوار، وقتتون بخیر. آیا همیشه پایبند نماز سنت باشی و اگر بعضی وقتا فرصت نشه بخونی آیا گناه دارد؟ وقتی که گفته می شود سنت، یعنی گناه نداره اگه اونو ترک کنی، ولی اگه اون رو بخونی اجر و ثواب داری. ما چند تا حکم شرعی داریم، یکیشون فرض ترک کردن اون گناهه. فرض ترک کردنش گناهه ولی انجامش ثواب داره. موضوع دوم اینه که سنته که انجامش اجر داره اما ترکش گناه نداره. مطلب سوم یا حکم شرعی سوم مباح یا حلال بودنه که یا جایز بودن. یا میگن مباح یا میگن حلاله یا میگن جایز، هرسش یه معنی رو میده که انجامش و عدم انجام اون برابره. چه اینکه انجام بدی اون رو، چه اینکه انجام ندی، گناهی مرتکب نشدی. و اما مسئله ثواب دیگه، این بستگی داره به نیت شما، بستگی داره به اینکه هدفتون چی بود. اونها هست که این قضیه رو یا حلال میکنه یا حرام میکنه یا
ثواب برش مترتب میشه یا نه؟ چون همه افعال بنی آدم مادامی که نیت خوبی دنبالش باشه اجر و ثواب داره. همونطوری که نقل است از فضیل بن عیاض میگه انا احسب نومتی کما احسب قومتی، میگه من همونطوری که انتظار اجر دارم برای قیام اللیل و نماز شبم، همونطوری که انتظار اجر دارم از طرف خداوند برای خوابیدنم، چون من میخوابم برای اینکه تجدید قوایی بکنم، بدنم قدرت داشته باشه برای ادامه فعالیت های دیگه من، که همه اون عبادت و اعمالم همش عبادت هستن، همه اعمال دیگری که انجام میدم. در نتیجه غذا خوردنتون هم تبدیل میشه به عبادت، نشستنتون هم تبدیل میشه به عبادت و بقیه مسائل دیگری، همه کارهایی که در مسیر درست و شرعی اون انجام میدید، حتی اگر اونهایی که جایز هست و مباح هست، تبدیل میشه به عبادت و اجر داره. اما نمازها رو گفتید، بله نماز سنت رو میتونید ترک کنید، اصلا سنت یعنی همین، گاه وقتی اون رو ترک کنید تا با فرض تفاوت داشته باشه و بدونید اون رو با از فرض جدا کنید. بله، بیننده عزیز دیگری میگن که سلام استاد، جوانی 27 ساله هستم از کردستان، علاقه‌مند به تحصیل علوم دینی هستم، ولی غیر از حجره های سنتی جای دیگری نیست به جز دانشگاه مذاهب اسلامی که زیر نظر حکومته و فقط رشته فقه و حقوق شافعی رو داره، من باید چیکار کنم؟ ابتدا اگر نمیتونید از کشور خارج بشید، در کشورهای اسلامی دیگه دانشگاه هایی هستن که علوم شرعی رو درس میده. البته خب شرایط این روزها در این وضعیت الان فعلا یکم اوضاع سخت هست، مثل گذشته نیست که آسان تر باشه، ولی خب در کشورهای اسلامی هست، در عربستان دانشگاه های اسلامی هستند، در اردن هستند، در لبنان هستند، در کشور قبلا در سوریه دانشگاه های اسلامی خوبی وجود داشت، در امارات وجود داشت، در خیلی جاهای عالم اسلامی دانشگاه های اسلامی هنوزم وجود داره و هستند، ولی شرایط التحاق به این دانشگاه ها کمی برای ایرانی آسون نیست، به دلیل وضعیتی رو که روابط ناحسنه ای که نظام جمهوری اسلامی با بقیه کشورهای اسلامی داره، باعث شده که راه های یعنی ملحق شدن به این دانشگاه ها و پذیرفته شدن در این دانشگاه ها بسیار سخت شده. اما شما از این فرصتی که الان وجود داره استفاده کنید، از حجره هایی که وجود داره، حجره ها علم فراوانی توش هست. شاید بهت بگم که از هر دانشگاهی قوی تر و غنی تر بوده در گذشته، الان شاید نمیدونم مقداری ضعیف شده باشه، ولی هنوز هم حجره های زیادی هستن که ما مستعان علوم شرعی رو و علوم لغت عربی رو به خوبی دارن تدریس میکنن و امروز هم من میدونم در داخل ایران هم کسایی هستن که علوم مختلف اسلامی رو به خوبی تدریس میکنن و علم اصلی رو بعد از اونجا بگیرید. بیشتر دانشمندان ما، بیشتر بزرگان ما از همین حجره ها بیرون اومدن و شما هم سعی کنید از همین حجره ها استفاده کنید. خیر فراوانی درشون هست، علم زیادی رو در اونجا میتونی کسب کنی و در این حال هم دانشگاه مذاهب هم برای اینکه بتونی وجهه قانونی پیدا کنی و استفاده کنی از شرایطی که وجود داره، باز هم مدرک تحصیلش خوب استفاده میبرید، ولی علم رو باید از حجره ها بگیرید. خدا توفیقتون بدهد. بیننده عزیزی پیام دادن، بعد پیامشون رو هم پاک کردن. بیننده عزیزی دیگری گفتند که سلام علیکم، وقت بخیر، ببخشید این روایت که با خواندن 10 بار سوره اخلاص یک قصر در بهشت برای من ساخته می شود درست است؟ بله این روایت درسته، این روایت صحیحه و بخونید، خداوند خیر و برکتش فراوان هست. خداوند وقتی که اجر میده، وقتی که خداوند در حدیث صحیح است، رسول الله علیه السلام میفرماید اگر کسی گناهانش هم به اندازه کف دریا باشه، اما از قلب، از یقین بگه لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير، همه گناهانش بخشیده میشه، چرا چه اشکالی داره که با خوندن سوره اخلاص 10 بار خداوند خونه برای شما در بهشت بنا کنه؟ و همه این روایات دلیل بر این داره که خداوند به آسانی میبخشد و راه بخشیده شدن، راه اصلاح
اونی که از بدی انجام دادیم راه اصلاحش آسون و فراوان هست. لذا نگران این نباشید که فکر کنید شاید درست نباشه، شاید صحیح نباشه. سلام رحمت الله و برکات استاد محترم. سوال داشتم در مورد از اینکه کسی اگر توی مرض کرونا فوت کنن واقعا شهید است، چون بعضی علما گفتن که آنها شهید می باشن و اگر شهید می باشن از عذاب قبر و دوزخ یعنی در همان هستن. قبل از اینکه سوالشون رو جواب بدم، در تکمیل صحبت‌های سوال قبلی بیننده عزیزی که سوال کردن، یک مطلب لازمه که ما بدونیم که خداوند همه راه‌های بخشیده شدن رو، راه‌های دخول بهشت رو برای ما فراهم کرده. خداوند بهانه‌ای رو به ما میدهد تا خودمون رو اصلاح کنیم، تا خودمون رو، گناهانمون رو پاک کنیم. به خاطر همین عبادات کم ولی اجر فراوان، حتی همین اعمالی که انجام میدیم اعمال اندکی است در مقابل اجر فراوانی که خداوند به بندگانش میدهد. لذا نباید این رو چیز زیادی بدونیم و چیز عجیبی بدونیم. این بیننده عزیزی پیام دادن گفتن که خواهشن سوال من رو جواب بدید و من جواب دادم سوال ایشون رو. ظاهرن ایشون پای گیرندهشون نیستن، فقط واتساپ رو فرستادن، به خاطر همین جواب رو نگرفتن. شاید با یه بار دیگه در انتهای برنامه جواب میدم این سوال رو. اما جواب این بیننده عزیزی که گفتند آیا کسی که با کرونا فوت کنه شهید هست، در حدیث صحیح از رسول الله علیه السلام فرمود اگر کسی به یک بیماری واگیری، بیماری که واگیره، وبا، یک بیماری که واگیره مانند همین کرونا یا هر وبای دیگری یا طاعون یا هر کدوم از بیماری هایی که مصری هستند، اگر کسی مبتلا بشه به این بیماری و صبور باشه و صبر کنه، تو خونش بمونه، نره بیرون و صبور باشه پای این بیماری بمونه که دیگران رو مبتلا نکنه، اگر بر اثر این بیماری فوت کرد درجه شهید دارد. ببینید اینجا توصیه شده است به این که انسان نباید بیرون بره. من خیلی مواقع انسان میشنوه و من چند روز پیش هم شنیدم که گفتن، میگفتن که فلانی بیماری کرونا داره ولی رفته دیدن دیگران، در حالی که میدونه این بیماری رو داره و میدونه که این بیماری مصری هست. رسول الله علیه السلام فرمود لا یریدن الممرض علی المصح، کسی که بیماری داره، بیماری مصری و واگیرداری داره، مبتلا شده به بیماری که وبا هست، به دیگران به آسونی منتقل میشه، میگه اونی که بیماره رو نره بر، داخل نشه بر کسی که سالمه، یا اختلاط نکنه با اونی که سالمه. یا حتی در مورد به حد این رو در مورد حیوانات هم میگن، شما وقتی که یک حیوانی داری بیماری مصری داری، باید اون رو جدا کنی از حیوانایی که سالمن تا مبتلا نشن. در مورد انسان هم همینه، مصری بودن یک بیماری تفاوتی نمیکنه. انسان مؤمن مکلف هست شرعا که نباید، اگه مبتلا شدی باید به دیگران بگی، بگی من به این بیماری مبتلا شدم، پیش من نیایید، یا خودت نرو پیش دیگران. ولی متاسفانه این رو میبینی که اولا کتمان میکنن، به دیگران نمیگن، دوما خودشون هم بلند میشن میرن دیدار این شخص و اون شخص و آشنا و دوست و فامیل رو، میرن دیدارشون رو بهشون باشون صحبت میکنن، اونام در حرج میفتن، روشون نمیشه که بگن دوست من، برادر من، نیا پیش من، تو بیماری داری، و مجبور میشن باش بشینن، باش خوشو بش کنن و اینگونه بیماری منتقل بشه. اون اجر شهید مال کسیه که صبر میکنه و تو خونه خودش میمونه و نمیره بیرون که دیگران رو هم مبتلا کنه. اگه در اثر این بیماری فوت کرد، بله شهید است. بریم سراغ بله. این بیننده ای که سوال کرده بودند که ایشون میگه که همونطوری که عرض کردم جواب دادم این رو، میگه که مجرد هستم اگر احتلام پیدا کردم، نیاز به غسل پیدا کردم، غسل بر من واجب شد و روم نشد، شرم کردم از اینکه برم غسل کنم، آیا میتونم از با تیمم نمازامو بخونم؟ ببینید تیمم مال کسی عرض کردم که آب در اختیارش نباشه یا نتونه از آب استفاده کنه.
مسئله شرم و حیایی در مسائل دین نیست. شما در همه مسائلتون امکان داره شرم نکنید، اما وقتی بر میرسه به نقطه ای که بحث مسائل دینی شرم میکنید و شرعاً نباید این شرم مانع از انجام اعمال عبادیتون بشه. حتما برید غسل کنید و اهمیتی ندید به حرف دیگران، اهمیتی ندید به این که دیگران بهتون حالا هرچی بگن، کسی فرض کن بخنده. وقتی که موضوع این گونه قابل قبوله، وقتی جوونی به حد به سن بلوغ رسید، تصور این که احتلام بشه، تصور این که نیاز به غسل پیدا کنه بسیار امر عادی و طبیعی هست و باید قابل قبول باشه و شما اون رو به آسونی بتونید انجام بدید. خب اما بیننده دیگری گفتن سوال میکنن، میگن که سلام علیکم و رحمت الله، میگه طبق آیه قرآن و حدیث بعد نمیدونم بعد وجدانی و انسانیت جواب میخواهم. بعد انسانی، بعد وجدانی و انسانیت رو آیا درست کسی پشت مرده حرف بزنه یا وجود با وجود این که شاید خطاهایی داشته باشیم شاید هم دلیل داشته مثل مطلبی ندانست پخش کرد اینو. تا جایی که من خوندم مطالعه داشتم الله گفت کسی نفس آخرش کشید پروندش بسته شد تمامش، حتی شیطان دیگه کاری بهش نداره. سوال ایشون در مورد این هست که آیا درست کسی که پشت مردن، ببین پشت سر هیچ کسی درست نیست حرف بزنید، نه مرده نه زنده. پشت سر دیگران حرف زدن، غیبت کردن شرعاً حرامه. حالا پشت سر مرده حرف بزنید یا پشت سر زنده حرف بزنید. اونی که میگه پشت سر مرده نباید حرف بزنید، گویا این که داره میگه پشت سر زنده درسته. نه خیر، درست نیست. غیبت حرامه، جزو گناهان کبیره هست. خداوند در قرآن کریم فرمود ولا یغتب بعضکم بعضا ای یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتم. گفت فرمود که بعضی از شما پشت سر بعضی دیگرتون حرف نزنید، یعنی پشت سر هم حرف نزنید، غیبت هم دیگر رو نکنید. و در تعریف غیبت هم پیامبر فرمود هر نوع حرف زدنی پشت سر دیگری که خوشش نیاد از این حرفی که شما میزنید غیبت. و یکی به دیگری گفت، به کسی گفت که فلانی قد کوتاهه، قدش کوتاهه. پیامبر فرمود حرفی رو زدی اگر به آب دریا هم زده بشه اون رو آلوده میکنه. اینقدر مهمه حرف زدن. حالا پشت سر مرده خب بدتره، حق دفاعی از خودش نداره. شاید اونی که زنده است بتونه با حرف بهش رسید از خودش دفاع کنه، ولی اونی که فوت کرده دیگه حق دفاع از خودش تو این دنیا نداره. ولی به هر حال هر حرفی رو که پشت سر دیگران میزنی اگر ازش توبه نکنی و ازش عذرخواهی نکنی و حلالیت نطلبی یا اون کار بدی رو که در حق اون کردی اصلاح نکنی، روز قیامت باید جواب پس بدی. و به اضافه این هم از حسنات و به اعمال نیک تو گرفته می شود، به ایشون میدن به خاطر اون گناهی که در حق ایشون کردی. و اما بیننده عزیز دیگری که پیام دادن، دوستان من با واتساپ تماس نگیرید چون من نمیتونم واتساپ شما رو دریافت کنم، لذا خواهش میکنم که با واتساپ تماس نگیرید. سلام علیکم استاد بزرگ، بزرگوار گرامی، خدا شما را حفظ بکنه سلامت تندرست باشید. استاد بزرگ، بنده عرضی دارم، بنده تو امین امارات هستم،
ولی دنبال رزق نین، درباره رزق میخوام با تون صحبت کنم. رزق این دل بکاره، مثلا کاری که دل بخواهم باشه، کاری که دلم بخواد گیرم نمیاد. یا اگه کاری که گیرم میاد زود از دستم میره، کاری که دل بخواهم باشه زود از دستم میره. یه بعضی از کارها هستند که از عقلی خودم از دستم میره، یا از بدشانسیه. بنده فقط همی عرض دارم، یه دعایی، یه چیزی دعایی اگر هست برای من بفرستید که درباره رزق باشه. خدا رزقم برکت بده، رزقم یعنی با برکت باشه، رزق گیرم بیاد، کار گیرم بیاد. و سلام علیکم و رحمت الله برکات. این بیننده عزیز صداش رو شنیدید و شاید دغدغه و درد همه یا بیشتر مردم باشه، اینکه برای کار و فعالیتشون به دنبال این هستن که یک علاجی پیدا بشه، یه آیه رو بخونن فردای کار خوب گیرشون بیاد، یه حدیث رو بخونن فردای کار خوب گیرشون بیاد و درآمد خوب داشته باشن، کار مستقر داشته باشن و با یک دعا حل بشه. دعا خیلی موثره، ولی تنها دعا کار نمی کنه. ببینید، همه آیاتی که در قرآن کریم بحث شده است، بحث اینه که همراه با دعا کردنتون باید فعالیت کنید، مهارتتون رو بالا ببرید، راه های کسب کار خوب رو و راه های دوام داشتن بر کار رو باید یاد بگیرید. ببینید، کسی که تو خونه بشینه و فقط دعا کنه هیچ کاری گیرش نمیاد. اگه کسی بشینه تو خونه و مهارتی رو کسب نکنه و فقط دعا کنه، امکان داره کاری بره بیرون بگرده، کاری پیدا کنه، ولی اون کار حتما درآمد خیلی خوبی نخواهد داشت، مگه اینکه مهارتش رو هم داشته باشه. مهارتی که شما کسب میکنید، ببینید، یه چیزی رو، یه حرفه‌ای رو یاد میگیرید، به اضافه اینکه حرفه رو یاد میگیرید، در این چیزی که باعث زیاد شدن درآمد شما میشه، روابط اجتماعی خوب هست با کسانی که به شما مراجعه میکنند، با کسانی که مشتری شما هستند، با کسانی که ارباب رجوع شما هستند، با کسانی که صاحب کار شما هستند. وقتی که برخوردتون، رفتارتون خوب باشه، باعث میشه که کارتون همیشه کارتون رو داشته باشید. شما در جامعه میبینید که یک کسی که رفتار و روابط اجتماعیش خیلی خوبه، مردم همه دنبالش هستن و کار بهش میدن. کسی که کار رو خوب بلده، مردم میرن و کار بهش میدن. کسانی رو میبینید که امانت دارن، مردم به دنبالشون میرن و کار بهشون میدن. ولی اگه انسان هیچ کدوم رو نداشته باشه، فن و حرفه‌ای رو بلد نباشه، روابط اجتماعی بدی هم داشته باشه، اخلاق بدی هم داشته باشه و امانت داری هم نداشته باشه، تنبل هم باشه، خب اون وقت چطوری کار بهش بدن؟ شما فکر میکنید که با یک دعا میشه همه اینها رو حل کرد؟ قطعا دعا مؤثره. دعا بخونید. ولی من حالا نمیگم این بیننده عزیز مهارت نداره یا تنبلی میکنه یا نمیره دنبال کار. بله، بعضی وقتا هست که اینکه کاری گیرتون نمیاد ابتلا و آزمایش از طرف خداونده، ولی راه های خروج از این تنگنا هم همراه با اینکه استغفار زیاد بکنید، صلوات زیاد بفرستید، دعا و ذکر و تسبیحات رو بخونید و به اضافه این هم برید دنبال این که مهارت رو کسب کنید، روابط اجتماعیتون رو زیاد کنید، به دنبال اسباب بگردید. شما اگه تو خونه بشینید، شاید کسی ندونه که شما واقعا بیکار هستید، فکر کنن شما برای سر کارتون دارید میرید، ولی وقتی رفتید نزد چند نفر مراجعه کردید که من کار ندارم، میخوام کار انجام بدم، و در زمانی که کار کم هست شما به کم هم قانع باشید، به دنبال این نباشید، تا زمانی که شرایط بهتری فراهم بشه و درآمد بهتری رو هم کسب کنید. بیننده عزیزی گفتند که فقط تشکر کردن، گفتند جزاک الله خیرم. بیننده دیگه گفتند سلام علیکم و رحمت الله، در خانه 5 نفر نماز جمعه بخونیم جایز است در شرایط کرونا؟ نه خیر، نماز جمعه جایز نیست تو خونه بخونید. نماز جمعه رو باید تو مسجد و جایی که تجمع همه مسلمان هست بخونید، در اون شهرتون، در اون محلتون.
اگه نماز جمعه توی مسجد برگزار میشه برید مسجد، اگه برگزار نمیشه نماز جمعه از شما ساقط شده به جاش نماز ظهر رو بخونید، نماز جمعه نمیشه تو خونه بخونید. سوال بیننده دیگری این هست که میگه سلام علیکم، خوبی سالم باشی. سوالم این است که ایشون میگه اگر پسری اومده به خواستگاری دخترم، خانواده خوبی هم هستن و خودشان برای هم میخواند، یعنی دختر و پسر هم دیگر رو میخواند، فقط مادرش با این مخالف بود، ولی ما گفتیم مادر هیچ کاره نیست و ما عقد کردیم. حالا یک سال گذشته ولی مادرش میگوید من از این پسر حالم به هم میخورد، باید طلاقش بگیری، اگر ازدواج کند من خودم رو میکشم و راهنمایی فرمایید. در واقع اولا اینکه گفتید که مادر هیچ کار از حرف خوبی نزدید، مادر هم مثل پدر میتونه راهنمایی کنه، هم پدر هم مادر باید راهنمای دخترشون باشند، راهنمای پسرشون باشند، بهشون مشورت بدن، نه اینکه بهشون امر و نهی کنند. و این مادر الان داره جور میکنه، الان داره بد میکنه و باید حتما این رفتارشو ترک کنه. اونا ازدواج کردن و وقتی که عقد کردن این دو نفر ازدواج کردن و به هم دیگه راضی هستن و بقیه اعضای خانواده راضین، این مادر داره بد میکنه که میخواد فقط به خاطر اینکه حرف خودش رو روی کرسی بنشونه باعث میشه که دخترش طلاق بگیره و بشه مطلقه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایشون راضی نیست. شرعاً گناه این خواسته ای که این خانم داره، این مادری که این خواسته رو داره بعد اینکه عقد کردن و اینها هم دیگر رو میخوان و شما تشخیصتون اینه که خانواده خوبی هستند. وقتی که خانواده خوبی هستند، وقتی که شما ایرادی در این نمیبینید، شرعاً حرامه. میگه من با این پسر حالم به هم میخوره. چرا حالتون به هم میخوره؟ چون که با شما زندگی نمیکنه. حالا این رو قبل از عقد، اگر عقد نکرده بودند، به هر حال میتونستی دخترتو قانع کنی به اینکه این پسر به این دلایل خوب نیست، اما اینکه حالم به هم میخوره، این مشکل شماست. شما هستید که برداشتتون غلط از این وضعیت و میخواید که رأی خودتون رو به کرسی بنشونید. من توصیه‌ام به این مادر اینه که دست از این حرفاش برداره و چون گناه مرتکب میشید. اما اگه ایرادی داره این پسر، اگه مشکل خاصی داره، اگه معتاده، اگه نمیدونم بد رفتاره، بد گفتاره، اعتقادش غلطه، بله عذری قبوله، میشه دلیل بیاری برای اینکه طلاق گرفتنشون خوبه و اون مربقه رو قانع کنی. اما اینکه حالت به هم میخوره، ببین شاید مشکل از خود شماست، شاید شما دارید فقط به خاطر اینکه حرف شما رو نپذیرفتن این رفتار رو میکنید و غیر از اینم حال به هم خوردن دلیل نشد. شما باید توضیح بدید، عیب رو مطرح کنید، ایراد رو بگید. اما اگه عیب و ایراد خاصی ازش میبینید، بله ازدواج رو به هم بزنید. ولی اگر عیب و ایرادی وجود نداره واقعا و فقط خوشت از قیافش نمیاد، چه بسا بعدن وقتی که از نزدیک باش معاشرت و رفت و برخورد داشتید، ببینید که پسر خیلی خوبیه و میشه یکی از اعضای خانواده شما باشه. من توصیه‌ام اینه که این خانم دست از این لجباجیز برداره و سعی کنه که درک کنه دیگران رو و شرایط دخترش رو. عرض کردم، می بار دیگه میگم، اگه عیب و ایرادی واقعی وجود نداره، این حرفا رو کنار بذارید و برای دخترتون دعا کنید که خوشبخت بشه. دیگه سلام علیکم، ببخشید دو تا سوال دارم. تولد گرفتن فقط خانواده با شایعه گناه داره یا نه؟ و عکس گرفتن هم گناه داره و چاپش نکنیم؟ ابتدا نمیتون ببینید، اول باری که بچه‌ای به دنیا میاد، هفتش رو جشن بگیرید، غذا بدید، دعوت کنید، مهمان ها اسم براش بذارید، اینا سنت. اما اینکه سر سال هر سال عید تولد براش بگیرید و جشن تولد برای بچه هاتون، برای خودتون، برای همه اعضای خانواده بگیرید یکی یکی، اینه که رسم و عادت هست در جامعه، برای بچه هاشون میگیرن. حالا برای قدیمی ها نمیگیرن، ولی برای بچه هاشون میگیرن.
و کم کم اینا هم پیر میشن، باید برای اینا بگیرید. و این از جمله عادات و تقالید مسلمانان نیست. توجه فرمودید، از جمله عادات و تقالید مسلمانان نیست، این رو از غربی ها گرفتن. و برخی از علما میگن که تقلید کردن از دیگران در عادات و امور اجتماعیشون هم شرعا جایز نیست، طبق حدیث که پیامبر فرمود من تشبه بقوم فهو منهم، کسی که خودش رو تشابه بکنه، خودش رو به شکل اونها در بیاره، در عادات و تقالید و رفتار دیگه ای که جزء اعمال خیر نیست بلکه جزء عادات هست، میگه که از جمله اونها به حساب میاد. اما میگه آیا گناهه که عکس بگیرن؟ خیر، عکس گرفتن گناه نیست، چاپ کردنش هم گناه نیست و عکس فوتوگرافی با دوربین، با موبایل، با هر چی عکس میگیرید عادیه، هیچ مشکلی نداره. بسیار متشکرم از پیامتون، ممنون. خب من وقت دارم این سوال رو هم دیگه. بله بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. پیامشون قطع شد. خب به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر و وقت دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.